این صحنه برای حامیان جولیان آسانج یادآور روز سیاهی برای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است. برای مخالفان و منتقدانش نقطه پایانی بر جاه طلبی های یک قانون شکن. نظر دوم نظر قاضی پرونده‌ای بود که دولت بریتانیا علیه جولیان آسانج به جریان انداخته. در بریتانیا حد اکثر مجازاتش برای 7 سال گریز از پلیس و پناه گرفتن در سفارت اکوادور 1 سال زندان است. در آمریکا فعلا صحبت از حد اکثر 5 سال زندان به جرم تلاش برای هک کردن اطلاعات محرمانه است. منظور افشای هزاران سند و مدرک توسط مؤسسه ویکیلیکس به ریاست جولیان آسانج است که از موارد جنایت‌های بعضی نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در عراق و افغانستان پرده برداشت. جولیان آسانج همیشه گفته اصل قضیه همین است و برای این در سفارت اکوادور پناه گرفت چون آمریکایی‌ها می‌خواهند اعدامش کنند. نگرانی وکلایش نیز کم و بیش همین است. این رویه خطرناکی رو برای رسانه‌ها و خبرنگارا در سراسر جهان به وجود میاره. معنیش اینه هر خبرنگاری ممکنه به خاطر افشای حقایق برای مجازات به آمریکا تحویل داده بشه. افشاگری‌های ویکی‌لیکس برای جولیان آسانج دشمنان زیادی خلق کرد. مقامات دولت وقت آمریکا و شخص هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن زمان که امروز گفت جولیان آسانج باید در آمریکا به چنگ عدالت سپرده شود. ویکی‌لیکس در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اسنادی را علیه هیلاری کلینتون منتشر کرد که باعث خوشنودی تیم دونالد ترامپ شد. دونالد ترامپ امروز موضع یک فرد ممتنع و بیخبر از همه جا را گرفت. من تو کار ویکی‌لیکس نیستم. مسئله مهمی تو زندگیم نیست. میدونم چی شده ولی تصمیم با وزیر دادگستریه. اظهار بیخبری دونالد ترامپ از ویکی‌لیکس با ده‌ها مورد اشاره او به ویکی‌لیکس در سخنرانی‌هایش منافات دارد. معلوم نیست آیا آمریکایی‌ها قادر خواهند بود جولیان آسانج را از بریتانیایی‌ها تحویل بگیرند یا نه. جرمی کوربین رهبر حزب مخالف بریتانیا گفته مخالف چنین حرکتی است. فعلا که شاید پرونده دادستان‌های سوئدی علیه جولیان آسانج نیز دوباره به جریان بیفتد. پرونده اتهام تجاوز جنسی به 2 زن که چند سال پیش مختومه اعلام شد. هرچند تعداد طرفداران حمایت و حفاظت از جولیان آسانج نسبت به گذشته کمتر شده، ولی از بریتانیا گرفته تا اکوادور امروز آنها دست به تجمعات اعتراضی زدند. دولت اکوادور که تا 2 سال پیش همدل و همسو با جولیان آسانج بود، حالا او را مایه دردسر می‌داند و امروز در مجلس اکوادور وزیر خارجه آن کشور هم گفت ما آقای آسانج را تحویل پلیس لندن دادیم چون در سفارتخانه بی‌انضباطی می‌کرد. ولی از طرف دیگر هم گفت برای این تحویلش دادیم چون سلامتش در خطر بود و نیاز به مراقبت‌های پزشکی داشت. مراقبت هایی که بیشک جولیان آسانج برای مواجهه با کش و قوس های پرونده های متعدد قضایی با آن نیاز خواهد داشت. برای مخالفان نظم موجود جهانی همه این پرونده ها پرده پوشی بر این واقعیت است که آمران و عاملان جنایت های جنگی در عراق و افغانستان امروز آزادند، ولی تیره بختی از آن مردی شده که جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. سیاوش اردلان، بی بی سی.